جناب پیکار صاحب، صحبت‌های مهمان‌ها را شنیدیم و برداشت‌های مختلف از وحدت و تأمین وحدت در افغانستان سخن گفتن. بیاین که برگردیم به جایی که ما شما زندگی میکنیم. شما وحدت افغانها را، اگرچه دوستا با کلمه وحدت مخالفت نشان دادن، همبستگی بگویم، همبستگی افغانها را در تورنتو و کانادا چگونه میفهمید؟ تشکر میکنم. ببینین، ما مخالف وحدت به هیچ صورت هیچ کدام ما نیستیم، اما چرا حراس داریم؟ به خاطر از اینکه امکانات به وجود آمدن وحدت هم ما در نظر میگیریم. در یک جامعه، در یک اجتماع چگونه وحدت به وجود بیاد؟ در کشور ما این مشکل بزرگی است که به مو دلیل ما معتاد هستیم، میگیم که وحدت وجود نداره. البته برای اثباتش صحبت بیشتر ایجاب میکنه که وقت شاید نباشه اونقدر. و سه چیزی که ما گم شده بزرگ داریم: دموکراسی، عدالت و وحدت واقعی است. به هر صورت میم در جامعه تورنتو. شما بدونین، قبل از اینکه به جامعه تورنتو شما برگردین، آیا با نظریات استاد شما مخالف هستین که میگن وحدت اصلا معنی نداره در یک اجتماع، مثلا در یک جغرافیا مثل افغانستان؟ نگفتیم معنی نداره، بله با ایشان موافق هستم که گفتن وحدت وجود نداره. در ابتدا هم عرض کردم که وحدت هنوز در افغانستان به وجود نیامده. زندگی چند قوم در یک جغرافیای آن هم ناهموار به معنای وحدت نیست هیچ وقت. ولی ما به شما عرض کردم، شما وقتی که تاریخ کشورتان ورق بزنی، بسا اوقات قوم با قوم جنگانده شده. ایران باید در نظر بگیریم ما و شما. خب به هر صورت، چون بحث بسیار طولانی و بسیار عمیق که جایش نخود باشه، حاله در تورنتوی بزرگ باید عرض کنم که افغانهایی که در تورنتو آمدن اجزای آنمو جامعه کشورت هستن، اجزای جامعه افغانستان هستن. حتی بسیار وقتا ما گفتیم که جسمن در یک هواپیما یا طیاره نشستن اینجا پایین شدن، ولی از نظر فکری کمتر تحول من میبینم در بین افغانهای جامعه افغانی ما در اینجا. متاسفانه اما طوری که در افغانستان وحدت وجود نداره، تا امروز در جامعه افغانی در شهر بزرگ تورنتو هم وحدتی رو من نمیبینم. او وحدتی که مورد نظر ماست، وحدتی که اون مسمر باشه، سازنده باشه، ما قانع باشیم امروش، اونطور یک چیز وجود نداره. این در حالی است که خوشبختانه تعداد بیشتر از 100 هزار افغان ما در اینجا زندگی میکنه، رسانه داریم، بزنس داریم، مثلا تحولات فیما بین افغان ها هست، اجتماعات هست، کنفرانس ها هست، دید و دید هست، دوست و سلام علیکی است. اما این هرگز به معنای وحدت اجتماعی و وحدت سیاسی ما نیست. بخصوص از نظر سیاسی در تورنتو اختلافات فکری و سیاسی بیشتر دیده میشه و بروی همین دلیل است که ما همیشه دل ما تپیده که در این شهر بزرگ باید وحدت افغانی به وجود بیاید و امیدوار. پس شما به کلمه وحدت هنوز هم باورمند هستین؟ ما باور دارم در اساس، اما باور ندارم که وجود داره. هنوز هم شما مطمئن هستین که در تورنتو امیدواریم وحدت افغانی؟ بسیار دشوار است، اما نباید ناامید بود، باید تلاش کرد، باید مبارزه کرد. کلیپ سایم شنم در رابطه با وحدت افغان ها. زبای در ذکرم چه که در وحدت مفهوم دایی چه منگا یو عقیده ولرو، یو ژب ولرو، یو طرز تفکر ولرو، یو سیاست ولرو، یو ډول برداشت ولرو، دا ډیر مشکل کار دی، امکان نه لري. دا اټس منس تراتون کینه دی. زکه ز یو مسلمان ما ژبه ما پښتو ده، ز هیڅ خپل ژبه تغیر کولای نشم، بلې ژبې ته نشم اړولی. دا یو مسلمان دی، په مثلا اهل تشیع دی یا سنی دی، هیڅکله تغیر نشي ورکولی. ژبه فارسی ده، هیڅکله پښتو ته نشي راړولی. دغسې وحدت نه جوړیږي. مګر یو شی چې موږ هغې ته که وحدت وایو، نو دا ډیر امکان لري چې زه دی په خپل څنګ کې برداشت کړم وایي منم، او دی ما په خپل څنګ کې برداشت کا. زه ده ته په یو درنه سترګه قایل شم، دی ما ته په درنه، زه د ده نیمګړتیاوې پوره کړم او دی زما نیمګړتیاوې پوره کا. زه د ده په خدمت کې شم، دی زما په خدمت. دا امکان لري. آیا شما با امکان لري، آیا شما با حرفای جناب پیکار صاحب موافق هستین که میگن در بزرگ شهر تورنتو وحدت بین افغانان وجود نداره؟ نه، زه وایم چې وحدت پکې شته، ځکه زه په دې باور یم. شخصا زه ځان یادوم، په طور د مثال که وحدت نه وای، زرابي صاحب یو پروګرام نیسي د اهل تشیع د خواو نه،
او کلیوال تا خبر ورکړي چې راشه په دې پروګرام کې ما سره برخه واخلي وکیل ما سره اما افغانای وجود داره که میرن به جای ازی که بیاین صدای عدالت و صدای نارسای گلوی خفته شهیدای افغانستان به اینجا بلند میشه اما ما میرن در پلی پاکستانی استاد میشه نظر شما در رابطه با اونا چیست خب خبر دلته داسې ده چې کلا کلا په یو شی باندې چې مفاهمه و نشي او مخکنه یو سکیج یو جدول یو پروگرام ورته برابر نشي دا تشویشونه به این معناست که ما بریم باید در مقابل د پالی دشمن خود استا شیم که روزانه در تمامه درزی افغانستان حمله میکنه مگر دلته یو تفاوت باید وشي روزانه پاکستان با صدها راکت از چندین سال به ایزو در تمامه درزی افغانستان صدها مردم ما مسکین بیچاره ما در ننگرمار و در کنر کشته شده صحیحه و ما امروز بریم خو باید په دې باندې پوهیدل شرطی چې هغه کار څوک کاندي هغه همدغه څوک کاندي چې زما په ژانې ژبه ده پښتو وایي د ما سره زما سره مړی ژوندی لري زما قوم دی زه شینواری یم په قوم باندې زما نیم شینواری په پاکستان کې پراته دي د سرحد ناخواته او زه د هغوی سره راکړه ورکړه لرم زه هغوی سره خپلوي لرم ما هغوی ته خور ورکړې د هغوی نه ما خور کړې ده زه هغوی سره خون شریکي لرم که زه د هغوی سره کینم هغه پاکستانی وایي اغه ته یا ای اس ای بولی اغه ته د پاکستان فوجیان بولی اغه چوک بولی چې اغه چوک بولی پس اگر ما بشینیم د پولی یا کسی که به زبان دیگه چی میکنه ما هم جاسوس ایران شما خطاب میکنید نه کتن هر څوک چې دا کارو که غلط کانی ډیر بد کانی او د خپل حدود نه تجاوز کانی منګه د دې شیانو مراعات په هغه وخت کې کولای شو چې موږ مفاهیمه ولرو زمون په منځ کې دلته یوازینی شی چې نشته مفاهیمه نشته ما څو کړه دا پیشنهاد کړ دا فرمولې سه مخامخ ماته ناشته د افغانانو د اتحادي رئیسو څلور پنځه کاله ما همیشه دا پیشنهاد کړی همیشه ما دغه وړاندیز کړی دی چې د افغانانو اتحادیه دلته یو سمبول د څه جوړ کړي چې دا غي د امبريلا لاندې کټول بزنسونه کړی تش یو راجستره ته وکړي زه یو بزنس کړم که الته تاسو کوم یو 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 دغه خلاص وي یو بخش دی یو دغه مدني کار د پاره یو کار کړی مختلف نهادونه جوړوي امغلته راجستره وکړي دغه څنګه یواله وخی منګه به الته یو دسي مرکز ولرو چې الته به د افغانستان بیرغ ولاړی منګه ټول د ماغه بیرغ لاین راټولګي لکه وامبريلا مګر دا چې څوک نه کاندي دلیل شه دی دلیل مفاهمه ده خو سم درته به او افغانای داشته واشم کرافتم در پولی پاکستانی به زبیان د خبره وایم چې تاغه پاکستانی وي خو زیر ورته نه وایم هغه پاکستانی نه دی ځکه چې هغه ما قوم دی د مانه جدا شوی جبران را جدا شوی او دغه نن په پاکستان کې هم دغه حالت روان دی چې هغه د خپل ازادۍ لپاره کار کوي دا چې څو وخت به وخت لري شي دا معلومه نه ده نو زه هغه ته آی اس آی نه وایم هغه ته اگر در رابطه به قوم خاص صحبت بکنیم جناب کلیوال صاحب آیا تامین افغان هایی که در داخل افغانستان اقوام محترم پشتون ما که در داخل افغانستان زندگی میکنند آیا امکانات زندگی برشان فراهم است که ما هنوز هزار مشکل داخل وطن داریم ما برای اون طرف خط همکاری بکنیم با کسایی که لوکته دسی په افغانستان کې یو عمیق فکر وکړي که په افغانستان کې دسی یو دولت رامنځته شوی دغه وس 2 میلیونه ستا افغانان په ایران او پاکستان کې نه دی پراته ولی نشه راوسته هغه څه وکړه افغانان کو دی عملته پراته دی ولی نشه راوسته خپل وطن ته کاغه ته پردای وطن ښکار کوي ولی نه راولي اوس ګوره منظور دسی دی زوایم ګوره فرق لري زوایم چې حکومتونه سیاستونه نظامونه د عوامو خلکو سره فرق لري زه هیڅ کله هغه افغان چې هغه په آی اس آی کې هغه پښتون کې هغه زما وروري چې د آی اس آی مزدوري او آی اس آی کې کار وکاني هغه ته زه افغان نه ویلی شم او هغه د افغانستان په ګټه نه دی ځکه چې آی اس آی د افغانستان سره دښمني کا مگر عوام خلک آیا به نظر شما پشتون طرف خواهد این نظر شما را داره که بیندم در همه امکانات را شما سر کشک در نظری لرو در طول نلری مگر دیده پر کار پکار ده مفاهمه پکار ده مفاهمه پکار ده زاغ چه سر ودرگن چه ما سر ودرگی دغه نن او سبا کې د پاکستان نه دغه د پاکستان چې تور ته پاکستان وای د ډیورنډ د خط نه پلو دغه پښتانه را روان دي افغانستان ته هلته راځي دا 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 د دې خلکو حق دی منګه د ډیورنډ خط په رسمیت نه دی پیژندل شوی که څوک پیژني هغه د خپل کار دی مګر د ډیورنډ خط جبري خطو په جبر باندې جوړ شوی او
بعض تاریخی بپردازیم بازم معلوم نشه که کی به جبر امضا کرده. خب بر صورت خب هر چه کړی ملی در شهر تورنتو چی ګره؟ د شهر تورنتو کې زوای مچ आवाज یو مفاهمه پکار ده د ټولو افغانانو په منځ کې ټول له دونه همیشه مې دا پیشنهاد کړی و سم کړم سره کېدنی د ځان د پاره د یو 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 څو خطونه رو باسي مفاهمه دا وکاندي په یو څو مادو کې د ولیکي چې ټول دا غي مراعات وکاندي او منځ کې یو والی را پیدا شي په منځ کې د ملی ګټو د دلته او د وطن لپاره یو ډول حرکت وشي. دغه زما پیشنهاد او دغه مال جناب نورستانی صاحب، جناب محترم پیکار صاحب میگن که در بزرگ شهر تورنتو بین افغان ها وحدت وجود نداره، اما همین میز را که من میبینم نماینگر از همبستگی ماست که همه ما دور هم شدیم. و جناب کلیوال صاحب اشاره میکنن که کسایی که رفتن در پلی پاکستانی هم استاد شدن، اونا هم افغان هستن و حق دارن استاد شدن، اما افغانی که در داخل افغانستان کشته میشه خونش میریزه و ما اینجا صدای عدالت بلند میکنیم که از در پلی استاد نمیشه بخاطر که ما جاسوس ایران هستیم. نظر شما چیست؟ من نه دازلی به مال لک ډیر وخرا کوي زکه تیر ظلم زما وخت ډیر کمو چې زما خبر دغه نشو موضوع اخلاص نه شو. زکه اول ځل لپاره کله تورنټو تراغ لما چون د افغانستان مالس کله د افغانستان په اوسنۍ اداره کې کار کړی دی صحیح ده، او زه هم لکه څنګه چې کلیوال صاحب وویل تقریبا په څلور دېرش ولایتونو نه په پنځه ویشت ولایتونو کې ګرځېدلی یم. زه مې له المتحد سره مې ماموریت کوه او په ټولو ولایتونو کې ګرځېدلی یم، مختلف قومونه مې لیدلي دي. ما فکر کوم چې دا مشکل صرف دا د وحدت نبودن یا د وحدت نه لرل په افغانستان کې دی، او دغه کمی قومي او لسانی او مذهبي مشکلات چې دي دا صرف په افغانستان کې دي. او ما فکر کوم چې زه کاناډا لزم نو دلته چې کوم افغانان راغلي دي دا به نسبت د هغې خلکو پورې چلته اوسېدلی دی او د جنګونو کې شوي دي، نو دوی به فکر ډېر اوچت او ډېر به وسیع او دلته به موږ لږ راحت سره تنفس وکړو ځکه چې دا مشکلات به دلته نه وي. متاسفانه بدبختانه چې دلته د افغانستان نه ما دا مشکل ډیر پیدا کړ، زه ته په ثبوت رسوم څنګه چې تاسو په جریان کې استئ. زه د اول کال نه 2010 کې زه دلته راغلی یم، زه د مختلفو کمیونټیګانو سره د مختلفو ګروپونو سره ناسته پاسته لرم ځکه ما اوسه پورې یوه ټاپم په ځان نه ده لګولی او په یو ځای کې یو ګروپ او یو قوم پورې مې ځان نه دی اوسر کړی. زه ځان افغان بولم، د افغانستان بولم، او ماته د افغانستان اوسني مشکلات صرف او صرف دغه نه اقتصادي د افغانستان مشکلات دي نه موږ بل څه مشکلات لرو، د دې ټولو مشکلاتو جړه ماته قومي او لساني او مذهبي تبعیضونه ښکاري او دغه کم کشمکش روان دی. دلته چې راغلم راځو تورنټو ستاسو د سوال په ارتباط باندې، یو وړه تورنټو صحیح ده چې ټول پکې موږ څلور میلیونه نفوس لرو، موږ افغانان یو لک او تقریبا شل زره، زه د اوس فیلان د کاناډا په مهاجرینو وزارت کې وظیفه لرم رسمي، ما ته تعداد دقیق معلوم دی، یو لک او شل زره افغانان موږ اوسیږو په ټوله کاناډا کې چې د هغې نه ستاسو فکر وکړئ یو لک په تورنټو کې اوسیږي. موږ په تورنټو کې څلور دېرش رجستر شده نهادونه لرو چې په دې کې د قومي مذهبي منطقي بنیادونو باندې جوړ شوي نهادونه دي. صحیح ده، موږ اتحادیه درلودل او په اتحادیه باندې ما همیشه فرمولي صاحب ناست دی کله چې د رئیس ما خپل سالم انتقادونه کړي دي د یو افغان په صفت باندې. اتحادیه دې ته په دې نه ده توانېدلې چې داسې یو افغان شموله یا د یو افغان چتر لاندې دا ټول افغانان راغونډ کړي. صحیح ده، زه په دې خلاف نه یم چې ګروپونه ډېر نه وي، خود سی وها مهنگی په تورنټو کې د افغانانو منځ کې نشته. تیر ځل په مارچ کې په تیر کال کې په مارچ کې اول ځل د پاره تاسو ټول د دې شاهد استئ کله چې زمونږ نوې سفیره خور شین کې کډوخیل افغانستان نه دلته راغله، موږ د افغان په حیث باندې ډیر وسیع خراغله سغه ته وکړه، او اول ځل د پاره زرابی صاحب شاهد دی چې موږ یو پروګرام جوړ کړ چې هغه د تاوان دلته راشي او ټول هغه موږ سره مشوره وکړه، او زموږ مشوره دا وه چې ته یو خاص ګروپ او یو خاص ملت قوم پورې سره لاړه نشي، ته د افغانستان د حکومت نماینده او موږ غواړو چې ته د افغانستان ټول افغانانو ګورې. نو موږ کوشش وکړو څلور دېرش نهادونه د ګروپونو او کمیسیونو تشکیل کماله وخت راکړي، او موږ دغه غونډه ونیوله، دا خلک هم راغونډ کړل اول ځل دپاره، زه دې شاید په دې اوو کالو کې چې ټول افغانان موږ د یو چتر لاندې راغونډ کړل. بدبختي څه ده، موږ دوه مظاهرې اوسه پورې ملي غټې مظاهرې کړي دي په افغانستان دلته په کاناډا کې د افغانانو دپاره،
دواړو مظاهرو ته د کلیوال صاحب خبره زمنه ما هماهنګي نه ده شي په دې اوسنۍ 13 مظاهره کې چې موږ په 18 د فبروري وکړه هماهنګي نه وه خو موږ چې کله پروژه کې مظاهره کړې وه موږ ډېر ښه هماهنګي کړې وه موږ څلور هفتی دې لپاره کمیسیون جوړ کړی و او د هغې هماهنګي نه موږ مثبته نتیجه ونه لیدله او بیا نه تنها چې موږ سره موافقت خلکو ونه کړه موږ باندې بیا ټاپې ولګولې کله چې موږ وتلو مظاهره مو کړله بیا خلکو راته وویلله چې دا د یو قوم خلاف د دولت خلاف د یو نظام خلاف مظاهره وه حالانکه خیل کوتاه وبخښنخیل وخت کم اگر خیل کوتاه رای هله بنبر رای حل څنګه چې مخکې کلیوال صاحب عرض وکړه زم د دې موافق دې باندې فکر کوم چې یوازنی رای حل دا دی چې وروره موږ او تاسو یو نور نهادونه در سړي خپل کار دی چې په هر نوم باندې جوړی خو یو مشترک د دې ټولو نهادونو نه یو کمیسون یا یو اجماع جوړ کړو چې دغه سي ملي مسالې چې کله د افغان او د افغانستان لپاره دایریږي باید ټولو سره پکې مشوره وشي ټولو نظر واغستل شي او کوشش وکړي چې ډېر هر ملي مسله قومي او شخصي خلک برخوردونه کړي جناب زراوی صاحب با توجه به گفته‌های میمونای عزیز ما که هنوز هم مشکلات فرارای افغان‌های عزیز ما در بزرگ شهر تورنتو قرار داره و نیاز است تا یک همبستگی ملی با وجود به تا بتانیم چالش‌ها و مشکلات را که فرارای تامین وحدت و همبستگی ما افغان است از را برداریم به نظر شما چقدر میپذیرین که افغان‌ها هنوز هم با مشکلات در تورنتو زندگی میکنن و رای حل چیست؟ بله تشکر میپذیرم که مشکلات هست متاسفانه منشأ از داخل افغانستان میگیره بی‌عدالتی هایی که در اونجا به چشم میخوره انعکاسات و بازتابش در خارج از کشور هم خود نشان میده و باز تکرار میکنم حس بی‌اعتمادی که با وجود میه معمولا ریشهش از داخل افغانستان است اما نمیخوام که باز هم همه جا را سیاه ببینیم نگاه ما باید یک مقدار نگاه مثبت هم باشه ما هر کدام ما در اینجا در این جلسه یا افغانهای ما که در خارج هستیم نظر به مسئولیت هایی که داریم وظیفه داریم که اون وحدتی که چنانچه استاد محترم هم فرمودن به اون معنا شکل نمیگیره اما بعضی از اثراتش ما میتونیم که ببینیم که وحدت به اون معنا که همون هم دیگر پذیری است تحمل هم دیگر است احترام به عقاید هم دیگر است و باورهای هم دیگر است و این باید عملا نشان بدیم کار خیلی بزرگ هم نیست همه تو که در گذشته ها همه کوشش کردیم که در کنار هم باشیم و ایره برای اجتماع خود نشان بدیم در برابر اجتماع خود وقتی قرار میگیریم مراسمی گرد همایی هست تنوع فرهنگی و قومی را در امو اجتماع خود نشان بدیم مردم وقتی که ببینن که بزرگان نخبگان در کنار هم هستن چی با گرایش های مذهبی مختلف چی با گرایش های قومی و تباری مختلف همه در کنار هم هستن مثل برادر مثل همدیگر پذیرفتن این خواهی نخواهی اثراتش بر اجتماع بزرگتر هم خود نشان میده لذا من باور به عملگرایی دارم و باورم این است که هر کس از پایگاه خود از مرکز خود از توانمندی های فردی و اجتماعی خود کار بگیره و همی همدیگر پذیری و احترام با باورهای هم دیگر عملا نشان بده تا که بتوانیم انشاءالله به او هم دیگر پذیری بگویم حالا به واژه وحدت بگویم هر چی که هست اسمش به مو چیز مطلوب برسیم تشکر یک جان سپاس جناب فرمولی صاحب پیشنهاد شما پیام شما و برداشت شما از حرفای اخیر مهمانان ما چیست و رای حل 30 سال است که نفس میکشیم در این شهر 32 سال وحدت یک سر ساختن نیست همونطور که استاد گفت هم رنگ ساختن نیست همونطور که کلیوال صاحب باور داره که او طرف مرز با ما خونشریک است من هم میتونم از منافع قومی خونشریکی و تباری خود بگذرم یک تعداد دیگه هم پیدا میشه و شده که اونا هم با دیگر مرز او طرف خونشریک هستن اما کسی که دیورند فروخت پنگدیر هم فروخته بیاین قضاوت بکنیم پس ترکمن افغانستان، ازبک افغانستان، تاجیک افغانستان یه حق داره که به او طرف مرز که خونشریک است اونا را هم پاس داشته باشه در اینجاست که اختلاف پیدا میشه در اینجاست که تورنتو پارچه شده در اینجاست که اتحادیه چیز کار کرده نتانست وقتی مرده غیر زبان خود را کسی در مسجد دیگر فاتحه خواندن نتانه شما چطور باور میکنین که اینا به ایمان به وحدت و یک جایی و همبستگی دارن
اونا هم اگر کافر هستن، اونا هم اگر از کجا هستن، اما طور که شما گفتین با مقایسه یک پشتون پاکستانی که ما بر حق میتون بر عزیزای خود کی کارا بکنن، ولی در تورنتو وقتی که یک مرده میشه چرا به مسجد نبوی کسی نمیره و او را مال ربانی و جمعیت پیپندارن، ولی میرن در مسجد انصار که پایه‌گذارش آقای حکمتیار است و در رأسشام یک مسئول حزب اسلامی قرار داره؟ چرا مسئله را در تورنتو تباری ساختن؟ چرا این را واضح نمیگن که برادر گرایشات قومی است که تورنتو را پارچه پارچه ساخته؟ بناهن تا وقتی که یک رنسانس فکری را در خود و در قوم و مسائل تباری خود با احترام به علایق خونی و خونشریکی ای را پاس نداشته باشیم، فکرهای خود را دیگر نسازیم، ای تنها اتحاد و برادری و برابری و همنوعی که ما با هم برادر هستیم و دختر دادیم و دختر گرفتیم یک افسانه بیش نیست، یک تمسخر تاریخ است، یک مضحک است و یک طنز تاریخ است. باید به خود بیاییم. ما در عمل آنچه در پنهان میریم، چون به خلوت میرویم، آن کار دیگر میکنیم. شما برنامه ها را میبینین، شما گرد همایا را میبینین، شما در یک گرد همایی پشتون چند تا هزار را میبینین، شما در گرد همایی مزاری چند تا پشتون و ترکمن را میبینین. بیاین اینکه ثابت بسازین، مرزها را بشکنانیم، بریم یک جایی در بین هزاره خود هم نوایی کنیم، در بین پشتون خود هم نوایی کنیم، تا وقتی که بزرگداشت‌ها، نوروزها، محرم‌ها و و و مسائل قومی است، تباری است، در تورنتو اینمی شگاف‌ها عمیق‌تر شده و این خط‌ها برجسته‌تر شده. رای حل در یک گفتمان نمیشه، گفتمان‌های زیاد ضرورت داریم، در جمع بزرگتر، در یک حال بزرگتر که همه حقایق را بشنون و تحمل حقایق را داشته باشن و کسی را نامزده و برچسب این و آن نزنن. ما با گفتن یک واژه ایرانی نشم و یک پشتون ما با گفتن ولسمشر پاکستانی نشه، او وقت است که ما به هم میرسیم. خیلی ممنون، تشکر استاد. نظریات شما را میخواستم بفهمم. دوستان نظرات بسیار جامعی گفتن. ما بسیار زود است که در رابطه با وحدت افغانها در شهر تورنتو گپ بزنم. من فقط یک تجربه گرد همایی را داشتم که شرکت کردم در ازو، اما فکر میکنم که خب گرد همایی که ما بودم، حضور افغانها به نسبت شرایط زمانی که بسیار هوا هم سرد بود، به نظر من زیاد بد نبود، خوب بود. اما ما ناگزیریم یک چیز را بپذیریم و او این هست که بدن ما، بدن جامعه افغانستان منظور ما هست، زخم های بسیار عمیقی برداشته از جنگ های داخلی که ما متاسفانه پشت سر گذاشتیم. شکاف از این زخم ها هنوز عمیق است و هنوز متاسفانه خونریزی داره و این سبب میشه که ما نتونیم به راحتی همدیگر را بپذیریم. مشکل اساسی به نظر ما در این هست که ما همدیگر را نمیشناسیم خوب و مقدمه همدیگر پذیری همدیگر شناسی هست. بسیار زیاد موافق هستم با جناب استاد، با استاد فرمولی که فرمودن ما باید با همدیگر ملاقات داشته باشیم، باید گفتگوها صورت بگیره، باید ارتباطات بین اقوام در افغانستان، چه در داخل افغانستان و چه در خارج، ارتباطات بیشتر شود، گفتگوها بیشتر شود. ارتباطات منجر به شناخت میشه و شناخت منجر به پذیرش میشه. مادامی که ما از هم فاصله داریم، همدیگر را نمیشناسیم، هر کدام بر دیگری یک برچسبی میزنیم که او فلان است و فلان است. اما وقتی همدیگر را بشناسیم، میبینیم که درد ما مشترک است، تاریخی که ما پشت سر گذاشتیم مشترک است و رنج هایی را که بردیم مشترک است. بنابراین باعث میشه که اینمی گذشته مشترک ما را به امروز مشترک و با آینده مشترک سوق بده. یک جان سپاس. بیننده عزیز، از شما هم تشکر میکنیم که تا حالا ما را تحمل کردین. یک بار دیگر از اسپانسر های عزیز برنامه که ما را همکاری کردن و همیشه حمایت مالی میکنن برنامه را، اظهار سپاس بکنم. از سلیم کاروان فارم، از سیلور ساین، از آریا سوپرمارکت، واقعی مس ساگا، از نزراب عالمی با خدمات اکاونتینگ و از افغان سوپرمارکت، واقعی اس کاربرو و از سرویس غذایی ریاض هم تشکر میکنیم که برنامه را همیشه حمایت مالی میکنن. تا بعد، بدرود.